سلام همگی، به نظر میاد که فورتنایت هنوز سر شلوغه با قراردادهایی که با بازی‌های مختلف، کمپانی‌های مختلف یا فیلم‌های مختلف داره می‌بنده، ولی فقط بهتون بگم که اومدن این قراردادها بد نیستش و جنبه‌های خیلی خیلی خوبی هم در داخل بازی داره، چون قراره یکی از شخصیت‌های قدیمی که باهاش یه کنسرت خیلی بزرگ داشتیم دوباره به داخل بازی برگرده و به نظر میاد که برگشتنش بدون ایونت و اینجور چیزا نخواهد بود. قراره یکی از شخصیت‌های ترسناک به داخل بازیمون بیاد و قراره کوروپکو به نظر میاد که در آینده تغییرات خیلی خوبی رو در موردش بده، که در این ویدیو خبرهای چندین روز گذشته رو به همراه چیزهای مختلف جدید که قراره به داخل بازی بیاد و با هم دیگه بررسی میکنیم. ولی قبلش یادتون نره که یه لایک بزرگ به ویدیو بدید و تازه با کانال آشنا شدید اون سابسکرایب رو بزنید، هیچ کاری نداره جز وایروگنگ بشید. و برای مسابقه امروز این اسکینی که روی صفحه میبینید اسمش چیه توی کامنت ها حتما بگید و من چندین نفر از شما رو لایک میکنم. و بدون هیچ معطلی دیگه ای بریم ببینیم که اهداف بازی فورتنایت برای آینده چی هستش. خب اولین موضوع با یک موضوع خیلی مهم در مورد مندو باونتی LTM شروع میکنم، که فورتنایت یک تغییر خیلی بزرگ در مورد اون NPC هایی داده که شما رو توی بازی دنبال میکنن و سعی میکنن که شما رو بزنن داده، که فورتنایت گفته ما یه ذره بالانسرش کردیم و شما بتونید یکم بهتر توی بازی کنید و زمانی که به شما شلیک میکنن یه ذره واقعی تر باشه و همینجوری شما رو در داخل بازی نزنن، که به نظر من تغییر خیلی خوبیه. وقتی یکی از اونها به دنبال شما میفته زدنشون واقعا سخت، اگر نزدیک باشن که راحت شماها رو میزنن. من چندین وقت پیش از اومدن یک کپسول آتش نشانی در داخل بازی صحبت کردم و مثل اینکه فورتنایت داره هنوز روش کار میکنه، که ما رو میرسونه به موضوع بعدیمون، مربوط میشه به اومدن کپسول آتش نشانی در داخل بازی فورتنایت. همونطور که میدونید زمانی که آتش باشه باید یک چیزی هم باشه که آتش رو خاموش کنه، و از اونجایی که توی بازی فورتنایت الان حالت آتش گرفتن قسمت‌های مختلف وجود داره، به نظر میاد که فورتنایت دوست داره یک کپسول آتش نشانی هم به داخل بازی اضافه کنه، که این دفعه این کپسول آتش نشانی خیلی حالت جدیدتری رو فورتنایت درش با آپدیت جدید قرار داده، که به جای اینکه شما مثلا دودش رو اینور اونور ببرید، شما میتونید به صورت گلوله شلیکش کنید. مثلا یه نفر بیلد همتی میتونه آتش میزنه، باهاش بتونید خاموشش کنید و به طرفش این گلوله‌های مثلا دودزا رو پرت کنید و آتش خاموش بشه، که این به نظر من استراتژی بازی رو خیلی قشنگ‌تر میکنه. و در مورد کوروپک در اول ویدیو صحبت کردم، ما رو میرسونه به موضوع بعدیمون، که فورتنایت داره نظرخواهی میکنه در مورد چیزایی که شما از کوروپک‌های بازی فورتنایت میخواین. فورتنایت به دنبال اضافه کردن قابلیت‌های جدیدتر هم بهش هستش، که دوباره نظرخواهی کرده و میتونید روی صفحه چند تا از نظرخواهی‌هاشو ببینید. برای بچه‌هایی که کوروپک دارن گفته که XP بوست بذاره، که من فکر کنم خیلی‌ها دوست داشته باشن XP بوست رو داشته باشن برای کوروپک، یا اینکه لول مخصوص و چالش مخصوص بتل پاس و XP داشته باشه که اینم ممکنه باشه، یا اینکه چالنجایی داشته باشه که شما بتونید انجام بدید تا اینکه کازمتیک و اسکین‌های مختلف یا پیکاکس و رپ و اینجور چیزا به دست بیارید، که فکر کنم خیلی از بازیکن‌ها به این رأی بدن. یعنی شما با داشتن کوروپک چالنجای خاصی رو دریافت کنید، به شما پیکاکس و نمی‌دونم چیزای مختلف رایگان دیگه هم بده غیر از چیزایی که مثلا به شما با خرید کوروپک میده. و قبلا هم بهتون گفته بودم که فورتنایت نظرخواهی کرده بود آیا می‌خواید که ما کاستوم مچ میکینگ رو برای کوروپک فعال کنیم یا نه، که اگر این کارو بکنه واقعا عالی میشه. این نظرخواهی داره توی سایت اپیک گیمز هم برگزار میشه اگر می‌خواستید بدونید. یکی از پیکاکس‌های بازی فورتنایت تغییر کرده و توی بازی اصلا قرار نبود این تغییر صورت بگیره، که ما رو میرسونه به موضوع کازمتیک‌ها و اسکین‌ها و چیزای مختلف بازی فورتنایت، که فورتنایت اومده استار شات پیکاکس رو توی بازی تغییر داده و یه حالت طلایی رو بهش اضافه کرده. همونطور که روی صفحه می‌بینید شینابیار گفته که قرار نبود این الان به داخل بازی اضافه بشه و فورتنایت اشتباهی اینو در داخل بازی فعال کرده، که میتونید روی صفحه ببینید یکی حالت معمولی قرمز و سیاه داره، یه دونه حالت طلایی داره که به نظر من واقعا حالت طلاییش قشنگه. و چندین تا رپ و فورتنایت با این آپدیت آورده و رپای واقعا به نظر من قشنگی هستن، به خصوص یک رپی اومده که توش کلا آب تکون میخوره و انگار برای خودش یک آکواریوم یا یک ظرف پر از آبه، که بریم با هم رپای جدید بازی فورتنایت رو که فایر مانکی به نمایش در آورده رو ببینیم و برگردیم. خب این رپا قراره به زودی در داخل آیتم شاپ ما بیان و فکر کنم 500 تا ویباکسی باشن، چون حالت انیمیشن شده هستن و رپ معمولی نیستن، برای همین 500 تا ویباکس و بیشتر از این نخواهد بود. و دیگه برسیم به جای خیلی مهم ویدیومون، که مربوط میشه به قرارداد بازی فورتنایت با یکی از بازی‌های مشهورمون و قرارداد بازی فورتنایت با فال گایز، که سرانجام قراره اتفاق بیفته بعد از مدت‌ها صبر کردن. آخر قراره ما چنین قراردادی رو ببینیم. من میدونم زمانی که فال گایز مشهور بود ما خیلی دوست داشتیم چنین چیزی رو
در داخل فورتنایت ببینیم ولی اتفاق نیفتاد. همونطور که روی صفحه میبینید در داخل فایل های بازی فال گایز چیزایی در مورد بازی فورتنایت پیدا شده که میتونید روی صفحه ببینید. اسکین لامای فال گایز، اسکین کادل تیم لیدر، هیلی، بانی براولر و ریپلی که من خیلی دوست دارم ریپلی رو در داخل فال گایز ببینم. اگرچه خیلی دوست داشتم که زمانی که فال گایز به شدت مشهور بود ما اینا رو در داخل بازیش ببینیم، ولی الان داره این اتفاق میفته و میتونید حالت پیشنهادی اینو ببینید که اینو در توییتر پین به نمایش درآورده که به شدت قرار این شکلی باشه ریپلی که قرار توی فال گایز ما اضافه بشن. و حالا میپرسید که سینا این قرارداد قرار چه جوری باشه، آیا ما قرار توی فورتنایت هم چیزایی رو از فال گایز ببینیم یا نه؟ که بهتون بگم من فکر کنم چنین چیزی قرار اتفاق بیفته، چون همونطور که میدونید فورتنایت رو اپیک گیمز میسازه و اپیک گیمز اپیک گیم لانچر رو داره. به نظر میاد که بازی فال گایز قرار به اپیک گیم لانچر بیاد و زمانی که به اپیک گیم لانچر بیاد این اتفاق میفته و قرارداد اتفاق میفته و ما در داخل فورتنایت هم به نظر میاد که چیزایی رو قرار دریافت کنیم، مثل بکبلینگ های فال گایز، مثل میوزیک پک فال گایز که آهنگ فال گایز باشه و به نظر من آهنگ خیلی قشنگیه و من فکر نکنم اسکین فال گایز ما دریافت کنیم، چون خودتون دیگه فکر کنید این لوبیاهایی که ما توی فال گایز داریم چجوری میخوان اسکین توی فورتنایت باشن، اصلا قیافشون جور در نمیاد. فقط فکر کنید که چقدر قرار هیت باکس داشته باشن. شماها دوست دارید که چنین قراردادی رو در داخل فورتنایت ببینید یا نه؟ حتما توی کامنت ها بگید. و میدونم که خیلیاتون فال گایز رو دوست دارید و یکی از قراردادا مثل اینکه یه جورایی کاملا منتفی شده و رئیس یکی از بازیایی که من چندین روز پیش در موردش صحبت کردم اومده کاملا اینو تایید کرده که میتونید روی صفحه ببینید Five Nights at Freddy مثل اینکه قراردادش قرار نیست به هیچ وجه صورت بگیره و رئیسش در ردیت اومده چنین حرفی رو زده: هیچ قراردادی رو برای الان نداریم با فال گایز و فورتنایت و من میخوام روی پروژه های Five Nights at Freddy تمرکز کنم امسال. به نظر میاد که ما دیگه قراردادی بین بازی فورتنایت و Five Nights at Freddy نداریم. و ولی خیلی از بازیکنان میگن که این سازنده Five Nights at Freddy خیلی ترول هستش و دوست داره سر به سر طرفدارای خودش بذاره. چیزایی توی این پکی که فورتنایت برای سازنده های خودش فرستاده دیده شدن و ممکنه به هم دیگه مربوط باشه، چون ما توی بازی Five Nights at Freddy یک چیزی رو داریم به نام پس توکنز و یک سکه‌های طلایی هستن که میتونید روی صفحه مشاهده کنید و برای محتواسازای فورتنایت هم چنین سکه‌هایی فرستاده شده که ممکنه ربط داشته باشن. سازنده Five Nights at Freddy میخواد سر به سر بازیکن‌ها بذاره ولی ما یک جایگزین دیگه براش داریم. همونطوری که من در ویدیوهای قبلیم گفته بودم ما جیسن رو داریم که جیسن خودتون دیگه باید بشناسینش، یکی از شخصیت‌های خیلی مشهور بازی Friday the 13 هستش و یک شخصیت واقعا به نظر من مخوف، اگر بخواد به داخل فورتنایت ما اضافه بشه میتونید روی صفحه مشاهده کنید جاهای مختلفی که شبیه Friday the 13 هستش. اگر به برکه بازی فورتنایت شما برید متوجه میشید که اونجا قایق قرار گرفت، اونجا اسکل مانند قرار گرفته و چندین تا خونه قرار گرفته. من بهتون در ویدیو قبلی گفته بودم که اگر شما به فیلم و کلا داستان و بازی Friday the 13 برید و کلا جاهای مختلفش رو ببینید خیلی شبیه هم هستن و اصلا با هم مو نمیزنن و ممکنه دیگه 100% تایید بشه که جیسن قراره به داخل فورتنایت ما اضافه بشه. و فکر کنم اسکین خیلی پرهیکلی باشه، خیلی هیکلش بزرگ باشه توی بازی، مثلا بروتوس. ما پورتال جدیدی هم که قراره به زودی در کنار این برکه قرار بگیرم میتونید روی صفحه اونو مشاهده کنید. فقط بهتون بگم که جونزی معلوم نیست که چجوری میخواد این شکارچی و کلا این آدم خطرناک جیسن باشه رو به داخل فورتنایت ما اضافه کنه. فکر نکنم که راضی کردنش خیلی راحت باشه. فکر کنم که اگر ام پی سی جیسن به داخل فورتنایت بیاد خیلی باحال میشه، فکر کنید که اینور اونور بچرخه و شما رو ببینه بهتون حمله کنه. فکر کنم خیلیاتون در این ویدیو منتظر این بودید که من در مورد یک شخصیت خیلی مشهور و خیلی پرطرفدار صحبت کنم که ما رو میرسونه به موضوع بعدیمون، برگشتن تراویس اسکات به داخل بازی فورتنایت و اومدن کنسرت های جدید به داخل بازی. الان پیامی نیست که من نذارم و شماها نپرسید که سینا تراویس اسکات کی به داخل بازی فورتنایت میاد. نمیدونم، در اینستاگرام خیلیاتون از من سوال کرده بودید، در هر ویدیو یوتیوب هم از من سوال میپرسید که سینا تراویس اسکات کی میخواد بیاد، که ما نشانهایی از برگشتنش رو در داخل بازیمون پیدا کردیم که اولین نشانه رو میتونید روی صفحه مشاهده کنید. فورتنایت حالت میوزیک خودش رو در داخل فایل‌های خودش آپدیت کرده. شینابیار گفته که زمانی که این اتفاق بیفته یعنی ما قراره لایو ایونتی رو در داخل بازیمون ببینیم و این لایو ایونت هم قراره همین فصل اتفاق بیفته. شینابیار اینو گفته، من نمیگم، شینابیار لیکر مشهوری هستش و زمانی که حرفی میزنه حتما در داخل بازی تغییراتی رو صورت میده فورتنایت و ممکنه این لایو ایونت در داخل بازیمون صورت بگیره یا ممکنه در پارتی رویال ما صورت بگیره، چون فورتنایت حالت آهنگ خودش رو تغییر داده و اومده حالت پارتی رویال ما هم تغییر داده. میتونید روی صفحه ببینید نوشته Next Event Coming Soon. فورتنایت اومده برای زبان‌های مختلف
مختلف اینو توی بازی اضافه کرده، از زبان روسی اگر اشتباه نکنم تا زبانهای دیگه و انگلیسی رو توی بازی تغییر داده که مربوط به پارتی رویال هستش و هایپکس اومده یک حرف خیلی ویژه زده و فکر کنم خیلیاتون دوست داشته باشید. هایپکس گفته که تراویس اسکات شاید در 10 فوریه به داخل بازیمون برگرده، چون 10 فوریه روز تراویس اسکات هستش در بعضی از جاها، که اینم جواب بچه‌هایی که میگفتن تراویس اسکات کی قراره به داخل بازیمون بیاد. و خب بچه‌ها چیزای خیلی خوبی رو با هم دیگه بررسی کردیم و تراویس اسکات هم امیدوارم آخر بیاد. و مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید و با من تا اینجای ویدیو همراه بودید. لایک و سابو فراموش نکنید که حتما بزنید و همتون عشقید. من سینای رو هستم و شما رو تا ویدیو بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.